تجمع مربوط به بیماران مبتلا به استفهام هست به خاطر عدم ورود واردات داروی استنزا و همینطور از قربالگری و عدم حمایت کامل دولت از این بیماران و خانواده هاشون تجمع دارد. هر روز صبح بلند میشیم با یه درد، با یه بچه از دست رفته. تا کی میخوایم ادامه بدیم؟ واقعا تا کی قراره ادامه بدن؟ وارد کردن دارو اینقدر براشون سخته؟ قربالگری اینقدر براشون سخته؟ که تو جلسه قربالگری میخوایم راحت بر این قضیه مرتفی بشه، رد بشه؟ اینقدر اینجا میمونیم تا حق بچه هامونو بگیریم. تک تک این خانواده ها از بیماری اسمی خبر نداشتن ولی امروز گرفتارن. چرا هیچ گونه تلرسانی نمیشه؟ چرا اجازه نمیدن به صدا و سیما که حرف بزنیم؟ چرا هر بار میخوان یه برنامه بذاریم میگن نه؟ بسته حمایتی بعد از 11 ماه با بعد وقتی تصویب شد به درد هیچ گونه بچه های ما نمیخوره. بچه تیپه ای که ترک بسته حمایتی به چه دردش میخوره؟ حق بچه های ما اول درمانه بعدا قربالگری. ما بسته حمایتی کامل میخوایم، نه بسته حمایتی که بگه پاشو برو فلان مرکز کار درمانی کن. 90% شهر سوم کاردرمانی ندارن، کاردرمانی دولتی ندارن. ما این 2-3 میلیون پدرمانه ها کجا بیرسیم به کاردرمانی؟ داروی اسپینازا حق مسلم ما، داروی اسپینازا حق مسلم ما، داروی اسپینازا حق مسلم ما، داروی اسپینازا حق مسلم ما. متاسفانه وزارت بهداشت هیچ کمکی به این بیماران نمی کنه در بحث نگهداری. تنها کاری که کرده یه بسته حمایتی رو اومده مقرر کرده که یک به سهم ناچیزی از هزینه ها رو، این هم برای تیپ های بالاتر در بر گرفته. ولی مشکلات ما خیلی فراتر از این داستان است. الان در حال حاضر دو دار وجود داره توی دنیا. داروی اول که چند ساله و 3-4 سال وارد بازار شده و در بیشتر از 40 کشور دنیا در حال تزریقه، هنوز از طرف وزارت بهداشت تاییدیه نگرفته. وزارت بهداشت اثر بخشی این دارو رو زیر سوال میبره، ولی در واقعیت به خاطر هزینه بالای این دارو رو. بچه های ما یکی یکی در حال متاسفانه فوت شدن و ناتوانتر شدنن. هزینه های نگهداری از این بیماران خیلی بالاست، ولی وزارت بهداشت متاسفانه تا الان هیچ اقدامی برای ورود دارو نکرده. الان مشکل ما با مسئولین وزارت بهداشته، یعنی هیچ جوری نمیخوان برای این بچه ها کاری بکنن، یعنی حداقل یه درمان اساسی بکنن، حداقل جلوی مرگ این بچه ها رو بگیریم. الان ما یک چیزی ببین، از اول سال 97 تا امروز چیز اولوش 100 کودک از دست. ما فقط از وزارت خونه میخواییم یک کاری بسیم بچه ها واقعا یه بچه که اصلا سالمه، یعنی واقعا خوبه، غذاش میخوره، ولی یه مرتبه حالا بیمی هست بچه دقیق بیمی میشه و این مشکل ها زیاده. یعنی الان ما بخواییم فرض بکنید اصلا داریم زندگی نمی کنیم توی شهر، یعنی بچه همون نمیدونم شاله رو میکنم، ما هم درگیری بیمارستانیم، بچه همون هم داره اذیت میشه. برحال من خواهشم از مسئولین وزارت بهداشت اینه که یک کاری بکنم واسه این بچه. اونچه که عزیزان خانواده های این بیماران امروز از ما درخواست دارن مسئله تامین یک نوع داروی خاص هست که این دارو اثر بخشی اون در دنیا در مراکز علمی تقریبا شکهایی درش به وجود اومده و اینکه مقالاتی رو داشتیم که بیماری که فوت کرده آیا در اثر استفاده از این دارو بوده یا بنا به بیماری خودش از دنیا رفته. اینا مراحلی است که میبایست مورد بررسی قرار بگیره. ما هم حدود 4 جلسه با نمایندگان اون شرکتی که مدعی تولید چنین دارویی که درمانی هم نیست و نقش نگهدارنده داره در این بخش
از اونها هم دعوت کردیم، جلسه داشتیم، ولی متاسفانه هر بار تفره رفتن و در جلسه آخر هم عنوان کردن که مسئله تحریم ها مانع بزرگیست و نمیتونند همکاری مناسبی رو با ما داشته باشن. ولی اینها همه مقدمه است برای اون مطلب اصلی تر که ما نمیتونیم بیماران خودمون رو اجازه بدیم که به وسیله این شرکت ها مورد آزمایش قرار بگیرن که آیا داروهاشون میتونه اون اثر بخشی لازم رو داشته باشه یا نه. ما با دقت کشورهای دیگری که دارن از این دارو استفاده میکنن و بیمارانش رو تحت درمان با این دارو قرار دادن رو رصد میکنیم، منتظر نتایج اون هستیم. کمیته فوق تخصصی متخصصین این بیماری به دقت موارد رو دارن دنبال میکنن. اگر به هر صورت اثر بخشی خوبی رو از این دارو داشته باشیم و انشالله اعتبارات اون رو هم تلاش کنیم که تامین بکنیم، یقینا دریغ نخواهیم کرد. اینقدر خدا خدا میکنید میگید ما طرفدار مستضعفیم، بدبختیم، بیچاره ایم. خب بیاید یکی به داد ما هم برسه دیگه. مگه ما آدم نیستیم؟ مگه ما دیر نداریم؟ مگه ما دوست نداریم بچه‌مون بیاد جلومون راه بره؟ به خدا بچه‌م میخواد بیاد خونه، میگم نه یا بابا، بچه‌م خجالت میکشه جلومون یکی خواهره. چند ساله تو این تهران دارم زحمت میکشم، میبینی یک میلیارد بده، من از کجا بیارم یک میلیارد؟ چند و دو ساله مستش دارم جون میکنم. مامان اگه خسته شدی خب؟